کرایست یا قبل از مسیح، میگن بیفور کرونا، یعنی قبل از کرونا، خودش یک نقطه مقطع زمانی هست که زندگی قبل از اون و بعد از اون فرق کرده. و دو تا چیزی بهتون میگم، یکی فوتبال آمریکاییه که میدونی که خیلی زیاده، یکی فوتبال اروپایی یا ساکر که بهش میگن، یا اونم ببینید. ببین چقدر همین دوتا که دیگه بازی ها نمیشه رفت لایف دید، نشون میده دیگه مثلا کنسرت و سینما و اینا که همه بغلن میشنسن شاید سالها دیده نشه، من نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی برجر زندگی رو تغییر داده و باعث شده مردم بیشتر به کیفیت زندگی و فشار روحی کمتر بیشتر دوست داشته باشن. الان شما اگه فکر کنید یک نفری که 100 میلیون دلار داره و هر کاری داره میکنه بالا و پایین میره، از نظر داخل مغزش باشین، از نظر چه بهداشت مالی یا فاینانشال هایجین، ممکنه بدتر از اون کسی باشه فراش مدرسه است یا معلمی است که 3-4 پنشن میگیره، سوشال سکیوریتی میگیره و خیالش راحته هر ماه یک درآمدی براش میاد که اون درآمد مشخص، معین، قابل پیش بینی و بر اساس تورم هم حرکت میکنه، یعنی بالاتر میده که زمان میگذره. الان متوجه شدن اشخاصی که درآمدهای تضمین شده مادام مادام دارن راحت تر مغزشون تا کسی که 2 میلیارد دلار داره که هر روز بالا و پایین میره هر چی میشه. بنابراین وجود به وجود آوردن درآمد مادام العمر یکی از بهترین و موثرترین پدیده‌ای به وجود آورده که بهش میگن مهندسی مالی یا فاینانشال انجینیرینگ اکانت. فاینانشال انجینیرینگ مثلا شما مهندسی صنایع دیدیم یا اینداستری انجینیرینگ، ما فاینانشال انجینیرینگ تازه است یا شاید جدیدترین علم توی آمریکا در قسمت مالیش همین حساب هایی هست که برای شما بنفیت پکیج یا مجموعی از منافع به وجود میاره. هر وقت خرج کار میکنه اینوست میکنید ببینین بنفیت لغت میبینی یا نه. اگه لغت بنفیت نمیبینین پس وارد قمار شدین. حالا قمار هم چون مثلا استاک مارکت میگن لیگال گامبلینگ، یه قمار بازیه قانونیه، چون شما میتونین بریم ببازی، میتونین ببرین و شما پس وارد چی شدین که برد و باخت توشه و اون برد و باخت باعث میشه که بعضیا ببرن بعضیا ببازن. ولی در فاینانشال انجینیر اکاونت یا حساب‌های مهندسی شده موضوع بردن و باختن نیست، فقط موضوع اینه که شما هم همه مالی در مغزتون یا فاینانشال نویز کمتر میشه چون تعداد درآمدهایی که خواهید داشت بیشتر خواهد بود. بنابراین ما طبق معمول بازار سهام خواهیم گفت و مثل همیشه آقای رامتین زکری مثل تکسمن خوب میگن، مثل تکسمن آیرس رو میگن، این تکس سالور حل مسائل مالیاتی باشه، مطمئنی که از تو این 40 سالی که من کار میکنم مطمئنن یکی از بهترین پسنداز هایی که اشخاص میتونن بکنن از مالیاتی یه جوان 28 ساله ایرانی هست که این کار میکنم. از این خوشحالم دو تا مستر داره، UCI Master of Advanced Accountancy. Advanced Accountancy رو یعنی حسابداری پیشرفته، شما از حسابدارتون نباید انتظار داشته باشین، چون حسابدار شما مهیا کننده، درست کننده اون کاغذ هاست که بهش میگن Tax Preparer. Preparer یعنی آماده کننده، یه فرم برای شما پر کرده بر اساس اطلاعاتی که شما دادید. حالا شما بگید من 3 میلیون دلار میخوام مالیات باید بدم، اون خب میگه مالیات باید بدی دیگه، ولی شما وقتی ادوانس اکاونتنسی میرسین تکنیک هایی هست که شما اون تکس رو میتونید نصف بکنید یا شاید در بعضی مواقع 90% بتونید بیارین پایین. من اینی که به شما میگم اتفاقی هست که میفته و هیچی هم نیست ما انجام بدیم گری ایریا یا خاکستریه، سفید و سیاه هست. انجامش میدید چون سفید سفید یعنی دقیقاً IRS قبول کرده همه چی درسته، یا میگیم نه انجام نمیدی، انجام ندید چون به نظر ما این درست نیست. مثلا خیلی از الان جدیدن میخوان IRS رو تو ریال استیت بذارن، به نظر من این رای درستی نیست.
حالا اگه کسی میخواد بدونه چرا درست نیست، من خواهم گفت میتونید زنگ بزنید. تلفن‌های ما همه بازن، 310-205-9000 310-205-9000 فکر کنم زیر برنامه رو اونجا نوشته شده 310-205-9000 310-205-9000 میتونید زنگ بزنید. بعد مالیات بر ارث یا مالیات بعد از فوت که بچه ها باید بپردازن. در زمان پرزیدنت ترامپ این تا 11.5 میلیون تقریبا معافیته و این معافیت چندین برابر شد وقتی پرزیدنت ترامپ آمدن، که معافیت رو دارم میگم چندین برابر شد، برای همین کسانی که مثلا دارایی داشتن تا 10 میلیون میگفتن خب ما 10 میلیون بهش مالیات نمیدیم، ولی متوجه نیستن که وقتی میگن معافیت، اون دائم العمر نیست، برای تمام عمر نیست، اون برای اون مقطع زمانی است. یعنی اگه شما اون سال فوت کنید مثلا 10 میلیون مالیات نمیدین، فقط برای اون ساله. اینش که برای همیشه شما هر وقت هر زمانی که فوت اتفاق میفته در اون سال یک معافیت است. حالا اون معافیت پرداخت مالیات بر ارث که اونقدر شما مالیات نمیدین، یادتون باشه دوستانی که برنامه من نگاه میکنن، یه زمان 250,000 دلار بود یک دفعه، یعنی 3-4 میلیون مکسیموم بود، یک دفعه اومد بالا و در زمان پرزیدنت ترامپ. حالا من به سیاستش کار ندارم، ولی وقتی که شما در زمان فوت هیچ که نمیدونه کی پرزیدنت خواهد بود و چقدر اون معافیت هست، بنابراین بهترین چیز اینه که شما یه برنامه ریزی بکنین که چه هر پرزیدنتی باشه یا هر نوع معافیت باشه، شما یک منبع بدون مالیات، وقتی میگم تنها چیزی که تو آمریکا هیچ مالیاتی بهش تعلق نمیگیره، یک نوع حسابی است که در یک تراست، شما لیوینگ تراست رو شنیدین، به این میگن لاوینگ تراست، یعنی برای عزیزان، یعنی شما میخواین برای عزیزان یک کاری بکنید که برایشون یک نوع یاد بود باشه. Leave a legacy, not liability. یعنی یاد بود بذارید، درد سر liability نا نذارید، بده کاری نذارید، چون بچه ها هستن که اون مالیاتو باید بپردازن. طبق روال همیشگی آقای ایمان دست چپ من هست که اینو برای شما مهیا میکنه. میریم راجع به بازار سهام، چون شما عادت کردیم من میشه صحبت میکنم. شما هر زمان میخواین 310-205-9000 میتونید زنگ بزنید. این برنامه زنده است در حال حاضر در شرمن اوکس کالیفرنیا، که ناحیه‌ای از لس آنجلس هستیم و این آدم آفیسمون هست. و ما امروز بازار رو داریم میبینیم، این چند وقته که میگن دست چپ نمیدونه دست راست چی کار میکنه، الان بازار اینطوری شده. شما میبینید نزدک چگونه میاد پایین و دامی رو بالا، یا برعکس دامی میاد پایین نزدک میره بالا. و ما دیدیم که نزدک اگه شما الان نشون میدن در حال حاضر این دال جونز، ولی نزدک رو اول بیاریم، چون این نزدک این تمام کمپانیایی که بچه های شما دارن زیاد نگاه میکنن، فیسبوک هستن، از این چیز هستن، این توی نزدکه. این نزدک 11,553.86ه، این یک سالشه، یعنی شما یه سال پیش این وقت این بوده، وقتی با سال شروع شده بوده تقریبا 8400 تا بوده، تو یک سال شده 11500 تا، پس 3000 رفته بالا، تقسیم بر 8000 بکنید تقریبا میشه چند؟ و من میشه 30%، 35%، تقریبا 40% رفته بالا. شما به نظر شما حقوقا 40% رفته بالا، حقوقای مردم دا. قیمت خونه 40% رفته بالا؟ نه. شما این نگاه کنید 40% خیلی عدد زیادیه در تریلیون ها دلار. یعنی فقط اپل رو بهتون بگم 2.5 تریلیون دلاره، تریلیون یعنی میلیون میلیون، چون عدد نجومیه، برای همین من زیاد داری به سوال میکنم. بنابراین اگه شما تو با بازنشستگیتون در بازار سهامه، به نظر من اشتباهه و اشتباهی است که جبران نمیشه. شما نمیتونید صبر کنید مثلا بگید شاید 15 سال دیگه بازار مثلا برگرده، 10 سال دیگه برگرده، یا فکر بکنید همیشه تا بیاد پایین سریع برمیگرده.
این نیست. بهتره شما برای بازنشستگیتون جایی بذارین که به شما درآمد میده. حالا برگردیم بقیه بازار نگاه میکنیم. پس نزدیک کو تقریبا 4% اومد پایین. ولی حالا در جونز وقتی نگاه میکنیم که آقای ایمان داره اونو برای ما درست میکنه، قول هم دادن که از هفته آینده یکی دو بار بیان شما ببینینشون. 262 واحد بالاست. 0.9%. 0.9. اون 1.3%. یعنی تقریبا 50% از اون بالا نزدیک از اون بیشتر بالا رفته بود. درسته نظر بیشت از این بالا رفته بود. پس اینو بازار سهام و فقط میخوام مطمئن باشم شما اگه پولی که اینجا میذارین باید طاقت این که بیاد پایین مثلا نصف بشه داشته باشین. به نظر من اشتباس اگه کسی ناراحتش میکنه، قلبشو ناراحت میکنه، سلامتیشو درد میزنه، اون هیجانا بهش دست میده، اگه ببازم و دوباره این کارو میکنم اون اعتیاده. خیلی ها در بازار به بازار سهام به خاطر دی تریدینگی که هست یک اعتیاد به وجود میاره که روی نمست مطالعه شد. حالا برمیگردیم به بازار بازارهای دیگه. میریم اول اول نفت رو نگاه میکنیم. اوکی نفت میدونی که دیگه ایرانی ها خوبیش دیگه همه نفت رو میدونن. 41.72 دلار که طبعا یه درصدی باداست. اگه شما این نفت رو توی 6 ماهش نگاه الان بهتون نشون بدیم، 6 ماهه ببین نفت چگونه حرکت کرد. نفت به خاطر کووید 19 اومد پایین و نفت نشان دهنده اینه، چون نفت تنها قیمتی که شما میبینین قیمت دسامبره. نفت هیچ وقت قیمت روز خودش نیست، بهش میگن spot price، یعنی نقطه ای که اونجا نفت رو از اونجا در میارن بیرون. این اون قیمت نیست، این قیمت دسامبره. بنابراین نفت چون یک کامادتی یک جنسه هیچ وقت قیمت الانش نیست، قیمتی که در دسامبر اتفاق میفته، چون اینا خیلی متوجه نیستن. من براتون عرض کنم حالا اگه نفت شما 5 سالش رو نگاه کنیم نفت رو، چرا نفت مهمه؟ 12,000 جنس از توش میاد بیرون. و این هم اگه نگاه کنید ما میبینیم که حالا بالتر، حالا این اصلا آل، یعنی از زمانی که نفت شروع شده نگاه کنید نفت حرکتی کرده. حالا شما از 5 تاش کنید که متوجه شد یه زمان بوده تون 2008 قبلش که این اتفاق بیفته به 150 دلار هم رسید. 150 بعد بین اون پایین که 20 ه به اون پایینی که 20 بود حتی گفتن منفی شده بود، یعنی به 20 دلار رسید در من، یا کمتر هم شده بود 15 دلار. یعنی شما 150 بشه 15، 90% ارزشش از دست داد به خاطر اینکه انرژی‌های دیگه اومدن و اینکه آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت است در دنیا، الان بزرگترین صادر کننده و مصرف کننده نفت در دنیا است. برگردیم حالا ببینیم توی پول اکسچنج. این پول اگه نگاه کنیم مثلا تو ایران من نمی‌شنم یعنی یورو چند آقا، یا بگن سوئیس فرانک چنده، همش دلاره. دلار چون تمام تبادل تجاری با دلار هست، برای همین دلار یک شاخصی هستش که همه تمام تبادلات تجاری، مصرف، خدمات، تولید، اینا هم بر اساس دلار. هر کشوری هر واحد پولی داره دلار. الان نگاه کنی یورو، یورو بر اساس بریتیش پوند. این بری بخش من بریتیش پوند. یه بریتیش پوند یا پوند انگلستان یک دلار و 32 سنت و 71,000 سنت نگاه کنی. پس 71,000 سنت ببخشید 71,000 سنته. حالا شما میگه 71,000 سنت، ببینید سنت چی هست که 71,000 هم مطرحه. یک ممیز 3,271 دهزارم، یک اون آخر یک آخر 0.01. این شد پول که شما 0.01 هم یک عددی هست، چون شما اگه 100 میلیارد دلار اینجا رد و بدل میشه اون 0.01 خیلی پوله. بنابراین این دلاره و هیچ وقت برخلاف دلار شنا نکنید. یعنی خیلی میگن دلار میاد پایین اینا، علاوه بعضی مثلا کشور از ما ایران که مدیریت خوب مالی چون بلد نیستن، مثلا اینکه شما یکی بیاد بگو ژاپنی صحبت کن، وقتی بلد نیست هر چی بگه شما میگه بچه قشنگ ژاپنی صحبت میکنه. برای همین اونایی که دوست دارن اون سیستمو، چیزی که کسی نمیدونه داره چیکار میکنه، اون
اون ندانستن رو دوست داره. من میدونم make sense نمی کنه ولی این واقعیته. شما بریتیش پاند رو نگاه کنی تو این مثلا یه ساله در یک توازن هست. حالا این 5 سالش رو نگاه میکنیم. شما توازن یعنی حالا نگاه کنید بعد علیه اومد پایین. یه زمان بوده یه دلار چند بوده؟ یه دلار بوده 70 سنت بوده بریتیش پاند. یه دلار 75 6 سنت بوده. حالا شما اگه بزنین آل، ببین تو آل بزنین از زمانی که این کارنسی ها شدن یه زمان بوده دو تقریبا چقدر بودون بالای بالا نیوا کنین یه زمان بوده تقریبا دو دلار و چهل سن بوده. دو دلار و چهل سن خیلیه. این 1980 که تقریبا میشه 40 سال از الان، یعنی 40 سال پر بخشین از زمان انقلاب. اینطوری بگم بهتر متوجه میشه. دقیقا از فوریه همون 1979 که اون بالاترین شما دارین میبینیم. و اگه نگاه کنی تقریبا نصف شد. بنابراین بریتیش پاند. حالا یورو رو هم نشونتون میدم که دلیل این که میگم اگه شما داخل آمریکا هستین حسابی که به شما درآمد ماهانه دلار میدن بهترین حسابه. این یوروه درسته؟ حالا یه سالش بعد یه ساله یورو رفته بالا. حالا 5 سالش نگاه کنید. پس اگه میشه اینو تبلیغ رو اگه حسبش بکنید خیلی خوبه. این 5 سالشه. اگه نگاه کنید یه زمان یورو از اون زمانی که اومده بیان آلو بزنید اوکی. وقتی یورو اومد اولش اومد اول بزنید من یادم من اتریش بودم وقتی این اومد یک دلار رو 45. حالا بیان جلوتر که 2010 2008 اینا بود نه همون بالاییه بله اون قله بالا رو میگه اینجا تقریبا 1.60 خیلی بوده 1.60 بعد اومد زیر 1. یعنی شما نگاه کنی یه زمان شد که یورو تا دلار ضعیف‌تر شد. حالا نگاه کنی یه قسمتی بوده که اتفاق افتاده. بنابراین هم یورو ضعیف‌تر شده از دلار هم بریتیش پاوند. حالا ژاپنیزیان هم نگاه کنید من فقط اینو دارم میخوام بهتون بگم که شما اگه درآمد دلاری بگیرین و تضمین شده تا آخر عمرتون باشه بهترین نوع از که شما. حالا ین هم اومده پایین یا کنی ین مال ژاپنه. آن روس و چین اصلا چون پولشون شناور نیست اصلا مطرح نیست. اگه گاه کنید ین یعنی صد و شما آل بذارین آل هر صد و این آل یه زمانی ین یه دلار آمریکا 270 ین بود الان شده 105 ین قوی تر شده. به خاطر این که قوی تر شده چون کشوری هست که تویوتا هر جمعه این تویوتا همه چیه میبینید کشوری که تولید بدین ترکیب میکنه پولش هم قوی تر میشه. هرچی made in درست تر بشه قوی تر میشه. این قانون راجب چین صدق نمیکنه و راجب هند صدق میکنه راجب فقط کشورهای تولید کننده و صنعتی. بنابراین ین ولی شما نمیخواید برین ژاپن زندگی کنید. شما دلاری که میسازین و داخل آمریکا هستین اون قوی ترین پوله. و دلیلی که ین ضعیف‌تر شده اینه که برای آمریکایی‌ها جنس ژاپنی مثل همین ماشینا رو بخرن به شما بنظر شما 40 سال پیش تو خیابون انقدر تویوتا و مازدا و سوبرو و تویوتا و ببین چقدر از همه جای دنیا شما تویوتا رو میبینید. حتی تو حد آفریقا هم برین اینجا تو اون جنگل ها یکی داده تویوتا سوار میشه. حالا برگردیم به صحبت من دلیلی که گفتم پس دلار بهترین چیزی که داشته باشیم. حالا دو تا برنامه بهتون نشون میدیم. یکی اینو من به شما نشون میدم که میدم آقای اگه رامتین داره رامتین میتونن نشون بدن اگر نه با همدیگه الان چیزی بیارین که شرط 5 میلیون رو اون 5 میلیون رو شما دارین که حسابی هست تو اینجا شما اگه نیست من الان میذارمش و آقای رامتین اینو مقدار توضیح میده. من اولیش رو میگم و رامتین ادامه خواهد داد. اول فقط ما داریم اینو برای شما دانلود میکنیم. هدف چیه؟ هدف اینه که شما وقتی که فوت اتفاق میفته شما که چیزی با خودتون نمیبرید همه چی میمونه درسته؟ و همه چیزی که مونده چیزی هستش که شما الان منو میبینن دوستان الان دارن اینو میبینن الان نه بذاریم من اول خودم سوال کنم بعد به اون میرسیم.
شما میخواین وقتی بچهاتون وقتی که فوت اتفاق میفته مجبور نباشن، مجبور نباشن چیزی که شما میخواین داشته باشن داشته باشن. ممکنه مثلا پسرشون دکتره یا دخترتون میوزیشنه، چیزی هست که اون چیز بزنسی که شما داشته باشین علاقه نداشته باشن، یا ممکنه علاقه داشته باشن. ولی در هر صورت اگه فوت اتفاق بیفته اینا میبینن باید این مالیات بر ارث بپردازن. برای این مالیات بر ارث میگن خب بابامون اینقدر کش نداره، بعد چیکار کنیم؟ باید بفروشن. اونجایی که شما اینقدر علاقه پیداشتین و اونطوری ساختینش، ببین چقدر روش کار کردین، ببین یادتون از رنگش کردین زن میزدین 20 سال روش کار کردین، دوست دارین که از دستتون بره بعد بس بچهاتون. چون اگه هم علاقه نداشته باشن اون بزنس و تجارتی که شما داشتین یا اون ساختمانی شما داشتین، حداقل give them time، بهشون زمان بدین که بتونن یه خریدار پیدا کنن. اگر نه IRS مجبورشون میکنه بفروشن که مالیات بر ارث رو بدن، چون مالیات بر ارث تنها چیزی که تو آمریکا شما اینستالمنت نمیگی مثلا من هر سال اینقدرشو میدم، شما 9 ماه وقت دارین تمام اون مالیات رو باید بپردازین. و 100% کسی که اون دارایی رو داره همشون امتحان میشن، اگزامین میشن. ممیزی رو نمیگم، حالا ممکن ممیزی هم بشه، من فقط امتحان میگم اگزامین but not audited. ممکن هم اگزامین بشم audit بشه هر دو تاش. برای اینکه برای شما اتفاق نیفته یک مثال من برای شما آوردم. فکر کنین دارین یک مستقلات میخرین، چون میدم شما دوستان میشه مستقلات رو دوست دارن. این شخص یه آقا و خانوم هستن که خانوم 60 سالشونه و آقا مسنتر هستن، و اگه آقا اگه فوت اتفاق بیفته مالیاتی نیست، اگه خانوم فوت کنه مالیاته. من فرض رو بر این میگیرم که آقا اول فوت کنه و خانوم بعدش. وقتی خانوم فوت میکنه مالیات باید پرداخته شه. من اینو برگردیم بالا به قبلی که اینترکم بدیم. این شخص 5 میلیون دلار دث بنفیت داره میگیره. دث بنفیت یعنی هر لحظه ای از روز اول تا آخر عمر هر زمان اتفاق بیفته، اگرم نیست وقتی که اتفاق میفته 5 میلیون بدون هیچ مالیات میدن به فرزندان این شخص. حالا رامتین بقیه اینو میگه که این 5 میلیون دلار که شما اگه رامتینان اینو میبینن دیگه درسته ادار میبینن، ما 3 تا این بنفیت داره. یکی اون دث بنفیته، یکی لیوینگ بنفیت. لیوینگ بنفیت یعنی در زمان حیات ازش استفاده کنین، لذت ببرین. و سوم اگر شما لانگ ترم کر احتیاج داشته باشین، این حساب 5 میلیون دلار دث بنفیته، 5 میلیون دلار بعد از فوت. بعد اگه اون خانوم احتیاج به کمک در پرستاری داشته باشه 50,000 دلار که میشه 1% این 5 میلیون بهشون میپردازن تا 100 ماه، یعنی تا 100 ماه که میشه 8 سال و خورده. اگه اون خانم احتیاج به کمک داشته باشه پرستاری لانگ ترم کر 50,000 دلار میپردازن. حالا میایم پایین و امیدوارم اگه رامتین این میرامتین جانی میبینن نه مانه. حالا میایم پایین و نه این 50,000 دلار نوشته مانتلی لانگ ترم کر بنفیت 1% اون 50 میلیون که میشه 50,000 دلار در ماه برای نرسینگ هست رزیدنشال، یعنی تو خونه بیان یا برین توی فسیلیتی یا جای دیگه هوم هلت کیر سرویسز که تمام کارا رو ازشون انجام بدن. و اگه میخوایم بدونین این خیلی گرونن اینا، و این 50,000 دلار رو به خانواده میدن و اونا اونطوری که دوست دارن خرج کنن. اینطوری نیست که به شما میگن بیل بیمارستان بیا من اونو بدیم، نه به خانواده میدن و هیچ مالیاتی به این تعلق نمیگیره، هیچ مالیاتی. حالا رامدی جان اگه میتونن اون استراکچرش رو براتون میگن که از اینجا فکر کنم بله از اینجا هستش که شروع میشه. رامدی جان میبینین شما آقای ایمان جان اونجا هستن که ایمان جان اونجا هستن که میتونن نگاه کنن و اون بله اگه میشنوین ما همه به گوش هستیم جناب رامتین، بگین که این چگونه کار میکنون. اولی که زیادترم هست مثل شما خونه داریم میگیرین ساختمون میگیرین که 51,000 دلار در سال مثل مورگیجشه، یه دان پیمنت هم میذارین که اون دان پیمنت هم تقریبا 350,000 دلار اول گذاشتن. رامتین جان بقیه‌شو بگین که اون کش ولی اونا چگونه کار میکنه.
من مطمئن نیستم صدا مایی بشنون. حالا من همه صدای شما دارم میشنم، همه هم لذت میبرم. بفهم. بسیار عالی، چون اولش به نظر اینجا نمیومد. من سریع بگم، اگه نگاه کنید شما ستون سوم از دست چپ نوشته پلنت پریمیوم، یعنی اون طراحی که کردیم برای حق بیمه، یعنی برنامه ریزی که کردیم برای حق بیمه که بپردازی. این فرد 60 سالشون بود، همونجور که آقای طالبی گفتن. این ایشون اولش مثلا فکر کنید ایشون داره یه خونه ای میخره، یه پولی رو اول داره میذاره به عنوان داون پیمنت. اینجا حدود 300 اگه اشتباه 370 هزار دلار. بله بله. 370 هزار دلار میذارن و از اون به بعد هم برای 10 سال سالی 51 هزار دلار. یعنی رو هم رفته اگه نگاه کنین همون ستون سومو نوشته totals 879,000، یعنی 879,000. این تمام چیزیه که ایشون میپردازن. ولی حالا بیاین ستون دوم از دست راست نوشته net debt or long term care benefit، یعنی چی؟ یعنی اون debt benefit و long term care که به شما میگیرید همون از روز اول 5 میلیون. یعنی خدا نکرده اگه اتفاقی پیش بیاد برای صاحب حساب، فوت اتفاق بیفته، وارثین 5 میلیون دلار میگیرن. یه ستون هم هست نوشته net surrender value، این پولی که شما دارین میذارین رشد میکنه و اگرم بخواییم بیایم بیرون هست، بخواییم کامل حسابو ببندید بگیم من دیگه نمیخوام اصلا همچین چیزی، 5 میلیون هم نمیخوام، اینو بدیم به من اومدم بیرون. ولی ما این به فرض رو میذاریم که یک کسی اینو بخواد، چون یه چیزیه که همونطوری که گفتیم مالیات بر ارثتون رو پوشش میده. یعنی چی؟ debt benefit یعنی این چیزی که میرسه به وارثین، اون 5 میلیون تنها چیزیه که بر اساس سیکشن 101C کد IRS این تکس فریه، یعنی تو اموال استیت شما قرار نمیگیره. death benefit یه کشیه که تکس فری در اختیار وارثین قرار میگیره، از این کش میتونن استفاده کنن. اون مالیاتی که بعد بر روی هر چیزی که بیشتر از 11.5 میلیون دلار بود و 40% مالیات میگرفت، از این نقدینگی بپردازن، چون تکس فری میرسه به وارثین، بدون مالیات میرسه به وارث، و اون مالیات بر ارث رو میتونن با این بپردازن و اموالو کمتر مجبور بشن بفروشن. حالا برگردیم، شما اگه همینطوری بیان پایین‌تر میبینید که این 5 میلیون هست و بعد از تقریبا 20 سال ایشون 879 یا 930 هزار دلار که گذاشتن در 80 سالگی 1 میلیون و 200 هزار دلار تقریبا اونجا نقدینگی تو این پالیسی هست. به جز دت بنفیت شما نقدینگی هم دارید. یعنی چی؟ یعنی اگه بخواید میتونی از این پول برداشت کنید، استفاده کنید، بدیم به بچه ها، چیزی بخرید، و این پول هم میتونی شما بدون مالیات دسترسی پیدا کنید، هم رشدش بدون مالیات هم دسترسیش. یعنی وقتی ازش برداشت میکنید به عنوان درآمد براتون محسوب نمیشه که روش مالیات بدید، و از اونور هم رشدش بدون مالیات، و از اونور هم دت بنفیت بدون مالیات میرسه به وارث. ببخشید. درنچه این یه پکیجیه که اگه شما لانگ ترم کر به وجود لازم داشته باشی تو دوران زندگانی میتونی ازش بهره بگیری. اگه همه چی اوکی بود یا اموالتون یه جوری از داراییاتون که شما بتونین پوشش بدین همه یه مالیات برارس و عزیزانتون بتونن پوشش بدن، خب این دت بنفیت به وجود میاد و شما میتونین لانگ ترم کر استفاده کنین. اگه نه لازم دارین نقدینگی که بتونین مالیات برارس رو بپردازین، میتونین از این برداشت نکنید، بذارین بمونه برای عزیزان که ایشون را بتونن مالیات برارس رو بدن. یا حتی اگه فکر میکنید مالیات برارس زیادی هم ندارید، خوبه همچین چیزی داشته باشید، چون حالا شاید 5 میلیون زیاد باشه، حالا یه خورده کمتر، ولی یه پوششیه برای عزیزانتون، برای کسایی که دوستشون دارین، فرزندانتون، چون خدای نکرده اگه براتون فوت اتفاق بیفته این دت بنفیت میرسه به همسرتون، بچه هاتون، و اینا میتونن استفاده کنن، زندگیشون رو ادامه بدن یا خرجا رو خرجایی که هست رو بتونن پوشش بدن. چون وقتی که شما
فکر کنید سن، حالا ایشون این مثالی که ما زدیم یک فرد 60 ساله بود، حالا فکر کنید که شما جوانتر هستید، چون هر چقدر بیمه عمر، هر چقدر که شما سنتون میره بالاتر گرونتر میشه، به خاطر اینکه خب به دلیل سن میره بالاتر، بعد این کمپانی ها، این شرکت های بیمه ریسک بیشتری رو بگیرن. من اول اینکه سپاسگزار از آقای وارتان، وقتی ایشون هستش اتاق فرمان در این 20 سال من خیالم راحته که ایشون اینقدر کارش درسته، برای همین بنده زیاد نگران نیستم. یک چیز کامپیوتری شد، خلاصه در این دنیای تکنولوژی بعضی وقتا یک گلچ بهش میاد، گره میخوره، میبخشید. البته برگردیم اون صحبت‌های بسیار جالبی که رامتی جان کرد، من یکی دو نکته رو اضافه بکنم. به این فکر کنید شما رفتین یه ساختمون دارین میخرین 5 میلیون دلار. به شما میگن که دان پیمنتتون 369 هزار دلاره. چون یادتون باشه 1% 5 میلیون چه میشه 50 هزار. شما تقریبا به این فکر کنید 6% مثل که دان پیمنت گذاشتین، برای 5 میلیون شما 369. بعد میگن مورگیج این ساختمون 4250 دلار در ماهه، کم این 51000 دلار پرمیوم سالانه است و این مورگیجش هم 10 ساله تموم میشه و هر وقتی که شما فوت کردین هیچ مورگیج نباید بدین، تمام ساختمون مال شما. پس دوباره اینو بگم، به شما میگن ساختمون خریدی 5 میلیون، شما دان پیمنت 369 تا گذاشتین، 4250 در ماه مورگیجتونه برای 10 سال، ولی هر زمان فوت اتفاق بیفته تمام خونه قیمتش دیگه بقیه‌اشو نمیخواد بپردازی، مال شما باشه. این ساختمون خیلی جالبه به نظر میاد. حالا میگم به جز اون اگر شما اتفاقی افتاد براتون که احتیاج به پرستار داشته باشین، هر زمان این اتفاق بیفته 50000 دلار در ماه این ساختمونه به شما داره درآمد میده. خیلی عالیه. بعد میگن این ساختمون هیچ وقت خالی نمیمونه، قیمتش هم پایین نمیاد. و این ساختمون یه لاین کردیت توشه، هر وقت شما خواستین میتونید از توش برداشت کنید و مالیات هم نمیپردازین، چون شما ساختمون رو وقتی میفروشین یا ساختمون میخواید بگیرین باید بهره بدین، بعد تحت شرایطی میتونه تکسبل باشه. اینجا شما میگن که میتونی قرض کنی و بهرهشو بدی و اون از 1% در سال، میتونه 0% باشه ولی تا 1% و میتونیم برش داریم پس هم ندیم. من نکته میگم توجه بفرمایید، همچین ساختمانی وجود نداره، ولی در قوانین مالیاتی آمریکا به خاطر اینکه یکی از اولین قسمت های تو آمریکا قانونش همین بود که چون بیمه اون برای اشخاصی هستش که احتیاج به اون اندازه دث بنفیت دارن، پس روش مالیات ندید. تنها چیزی که تو آمریکا شما میتونید به بچه‌هاتون بدیم بدون هیچ مالیات بر درآمد، فقط لایف اینشورنس، هیچ چیز دیگه نیست. و لایف اینشورنس دیگه فقط شما فوت کنید. من الان دوباره اون نمودار نشونتون میدم و آیا ایمان اون الان نموداری که داشتیم به شما نشون میدیم نشون میدادم که اینو من براتون مقدار بیشتر توضیح دادم. البته رامتین جان اون لپ مطلب رو بهتون گفتش که این چیکار میکنه. پس شما هم منفعت بعد از فوت دارین، منفعت زندگانی یا لیوینگ بنفیت دارین در زمان حیات، آرامش خاطر دارین که هر دفعه اتفاق بیفته از شما، اینکه شما ماهانه درآمد احتیاج داشته باشین خواهید داشت، تا آخر عمر میتونین درآمد بردارین بدون مالیات، و مهمتر از همه برای بچه‌هاتون زمانی که شما فوت میکنید بچه‌ها بتونن مالیات درش رو بپردازن. برگردیم اون نموداری که بود، اون 420000 دلار شما اگر 369000 به اضافه اون 51000 بکنید میشه اون 420000، اون 51000 هم تقسیم بر 12 بکنید میشه 4250. این خانم 60 شده 70 سال. حالا بیایم این 70 تا 80 سالگی رو نگاه کنیم. اینا زمان خیلی مهمی هن. یادتون باشه 70 تا 80 سالگی زمان بسیار مهمیه. حالا بیاین اونجا کش ولیوش رو نگاه کنید که همون ستون سوم از دست راسته. بالاش نوشته surrender value. یعنی اگه میخواییم بیاییم بیرون بفرماییم میتونیم بریم. و
ولی شما جایی کار نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما 870 هزار دلار توش گذاشتین. ببخشید من میخوام مطمئن باشم این دست چپ این عدد هستش، 870 هزار دلار گذاشتین، ولی اون 5 میلیون دلار هم برای لانگ تایم ستون دوم دست راست، هم دف بنفیت، هم لیوینگ بنفیت، یعنی شما زنده این ولی احتیاج به کمک دارید. حالا اون ستون دست راست از سوم هم نگاه کنیم، نوشته نت سرنر ولیو و پالیسی ولیو، اینا مساوی دیگه میشن. بله 10 سال مثلا شما 80 سالگی نگاه کنید، شما نت 5 میلیون دلار دف بنفیت دارید، تقریبا میشه 1,100,000 دلار یا 1,194,000 دلار، تقریبا 1,200,000 دلار کش دارین که میتونین برداشت کنین برای کالج نوتون، میتونین برداشت کنین برای خودتون، میخوام مسافرت برین با خانوم، میتونین 50,000 دلار بردارین برین کروز، هر کاری باش میتونین بکنین و مجموعیشون پسش بدین، اون دث بنفیت از اون عدد کم میشه. یعنی شما 50000 دلار بعدی برای خودت خرج کنی، اون 5 میلیون میشه 4950. حالا میایم پایین‌تر، حالا میایم بین 80 تا 90. اگه به نظرتون 80 تا 90 زیاد مهم نیست، خبر براتون دارم در آمریکا 85 تا 95 بیشترین درصد رشد مردم آمریکاست. حالا اون کشوری که ستون سوم از دست راست رو نگاه کنید داره به 2 میلیون رسید. حالا شما 5 میلیون دلار بیمه عمر دارید، 2 میلیون دلار که میتونین بردارین و اگه خودتون می‌خواستین بدین این کارو بکنید 6.35% تکس فری باید می‌ساختین برای 30 سال که من فکر نکنم هیچ کسی بتونه این کارو بکنه. بنابراین این کاتینگ ایج، یعنی در لبه کامل فاینانشال انجینیری مهندسی هست، البته با یکی بزرگترین کمپانی‌های دنیا که بیشتر 100 سال تو دنیاست. حالا بگین که خوشبین باشین، چون بعضی وقتا میگن آقا کی تا اون وقت زندگی میکنیم، حالا اومدی ما بد شانسی آوردین زندگی کردین، چون خوش شانسی نیست که آدم زندگی کنه، ولی بعضیا میگن نه من نمیخوام انقدر زندگی کنم. حالا شما نخواین انقدر زندگی کنین، دولت آمریکا شما رو زنده نگه میداره با مدیکال. ببین پایین‌تر صفحه بعد، این صفحه بعد خیلی مهمه، احتمال داره شما تو 90s برسین. به این نگاه کنید، توجه کنید، خیلی اصلا شما آدم میشناسید 92 ساله 93 ساله اینا شاسو میشناسید، 2.14 میلیون دلار تکس فری مانی اونجاست، 2.14 میلیون و 5 میلیون دلار دیت بنفیت. ببین این به شما در حیات و بعد از شما چقدر به بچه‌هاتون کمک میکنه، چقدر توش پرداخت کردین، 800 تا 850-60 تا. ببینید چقدر، یعنی شما اگه نگاه کنید تقریبا 10-1 دارین استفاده میبرید، 10-1 برای دلار 10 دلار دارین استفاده میبرید. چرا؟ 5 میلیون دلار دیت بنفیت دارین، میتونی به اونا برسه، بنفیت رو دارم میگم، 2.5-3 میلیون دلار دارین که میتونی استفاده کنید در زمان حیات، میخواییم به کسی کمک کنید، شما فرضاً به این 90 میخواید 500,000 دلار بدید بزنسش شروع کنه و میتونید از اون قلک بدون مالیات برداشت کنید. من چالش میکنم یکی بگه چیزی از این بهتر تو دنیا هست برای شخصی که بچه‌هاشو دوست داره و داراییش مالیات بر ارث بهش میخوره و شما برای بچه‌هاتون در زمان حیات تماس گرفتین و اینکه 50,000 دلار در ماه به اون خانم میرسه اگه لانگ ترم کر احتیاج داشته باشن. رامتی این نکته گفت، بعد دادشو بینید، رامتی این نکته جالبی گفت، گفت حالا ممکنه اینقدر نه، کمتر از این، من برعکسشو میگم، حالا ممکنه بیشتر از این لازم داشته باشین، چون الان شما تو این خیابونی که ما رانندگی میکنیم هر ساختمونی دوره بر ما هست بیشتر 5-10 میلیون میارد. شما تو این خیابون ونچورا هست میریم، من میشه ساختمون داره نیوان میکنم، یه ساختمون 4-5 طبقه یا مثلا 30 تا یونیت 40 تا یونیت میشه، اینا خیلی گرونن تو کالیفرنیا. حالا ممکنه شما یه کمپانی دارین که کمپانیتون قدر میارزه، شما کمپانیتون ارزش داره، بزنستون ارزش داره، خونتون، بازنشستگی، اینا همه رو روش شاید مالیات بدین. بازنشستگی نتونه باید اینکام تکس بدین، دث تکس هم باید روش بدین. یعنی شما این فکر کنید، اگه شما 1,000,000 دلار پنشن دارین، اگه فوت اتفاق بیفته هم باید مالیات بر درآمد بدین و همچنین اضافه میکنم به تمام دارایی‌تون مالیات بر ارث هم باید بدید. پس نگاه کنید، حالا در اینجا
شما هر چی دارین نه تکس دیفرد بعدم بدین، به طور کامل تکس فری. شما تا فرم هم نمیگیرین. بچه شما 5 میلیون میگیرن، 1099 هیچ چی نمیگیرن. کسی که این کارو بکنه بچه‌هاش میتونه کمک بکنه. شما اگه ساختمون بذارین ممکنه اون زمان بعد بفروشن که مالیات بدن بازار بدی باشه و چون مجبورن بفروشن بهش میگن فایر سیل، یعنی آتیش زدن به مالم. این اتفاق تو من تو 41 سالی که داره میشه من تو این بزنس هستم این اتفاق دیدم. رامتین جان شما اگه یکی دو نکته رو بفرمایین که این موضوع مهمیه و رامتین چون در مالیات کار میکنه و مالیات رو سوال میکنه نظر ایشون رو بشنم. بله من مثلا گفتن یه دقیقه وقت داریم کوتاه، من سریع میگم این پکیج یعنی بیمه عمر یکی از بهترین چیزهایی که تو امریکا شما میتونین تهیه کنین برای خودتون، چون همونطوری که آقای طالبی و منم یه خورده صحبت کردیم یه چیزیه که خیلی منافع زیادی براتون به وجود میاره، یعنی بدون دردسر، فقط با اینکه پریم حق بیمه رو خب بعد زحمت دادن بکشه پولشو در بیاره بپردازه، ولی چیزی که براتون به وجود میاره و اون احساس امنیتی که میتونه خانوادهتون داشته باشه خب خیلی عالیه و تنها چیزی هم که تکس فریه، یعنی بدون مالیات روش میکنه دسترسی به اون نقدینگی و جناب ما الان صدامت دادن که برنامه ما داره تمام میشه دت بنفیت و همین من می‌خواستم همین رو بگم. ببخشید میونه کلمتون، چون من نمی‌خوام از وقتمون اضافه بشه. تنها نکته‌ای بگم، ما تو اینستاگرام هستیم، تو فیسبوک هستیم، دیگه هستیم یوتیوب هستیم و www.bhfpinvest.com ویدیوهای خیلی خوبی هست که شما میتونید مرور کنید به عنوان دانش فایننس. شب شاد و نیکی داشته باشید.